نمایشگاه آثار نقاشی گفتگوهای دو سایه خانم پریسا صحافیاس. سلام وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خانم صحافیاس، شما هستی؟ بله. ما اتفاقی امروز از اینجا رد شدیم و گفتیم بریم سایه بزنیم، دیدیم تو نگارخانه آثار نمایشگاه گذاشتن، بعد متوجه شدیم گفتیم بریم نگاه بکنیم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. خودتون کامل معرفی بکنیم بعد بگید تحصیلاتتون چیه، تو چه سبکی نقاشی میکنید؟ بله، پریسا صحافیاسل هستم، متولد اردبیل و در حال حاضر ساکن شهر همدان. تحصیلاتم فوق لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه شاهد تهران هست و در حال حاضر در زمینه نقاشی فعالیت میکنم. نمایشگاهی که تشریف آوردید بیش از 35 اثر به نمایش گذاشته شده با موضوع انسان معاصر و درگیری ها و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه. بعد شما هر که نقاشی شروع کردین، چی شد اصلا این سبک نقاشی انتخاب کردین؟ من حدودا از سال 76 شروع به نقاشی کردم. استادام لطف بی اندازه‌ای نسبت به من داشتن، جناب آقای حیدری و جناب آقای اکبرزاده از اساتید اصلی من تو این زمینه محسوب میشن و در ادامه در زمینه تئوری سعی کردم در دانشگاه ادامه بدم این کار رو و از محضر اساتیدی چون دکتر حبیب الله آیت اللهی استفاده کردم و تا به امروزم ادامه داره این کار. شما بیشتر تو چه سبکی نقاشی میکنید؟ سبک کارهای بنده از لحاظ موضوع اکسپرسیونیسمی و از لحاظ رنگ گذاری امپرسیونیست هست. بعد بیشتر از چه نقاش بزرگی الهام میگیرید تو نقاشی؟ از سبک نقاش خاصی الهام نمیگیرم، یعنی کارا بیشتر با موضوعی که تو ذهن بنده هست شکل میگیره و ولی اگه بخوام شخص خاصی رو اسم ببرم در قالب سبک امپرسیونیسم، نقاش بزرگ آقای ونگوک رو میشه نام برد. خب اگه موافق باشیم بریم پیش چند تا تابلو که خودتون دوست دارین اونجا توضیح بدین که حالا بله، چه بله. سبکی و حالا با چه تو چه روزی نقاشیش کردیم با چه حال هوای روحی بودیم. بفرمایید. اسم این تابلو چیه؟ اسم این تابلو دعوت به بازگشت است. بعد توضیح بدین که حالا بازگشت به کجا مثلا؟ در این تابلو منظور من از این دستی که یه مقدار بزرگتر و بیشتر هم نمایان هست نشون داده شده این بوده که ما برگردیم به فرهنگ و اصلیت خودمون. نشانه که پشت دست اومده اسلیمیایی هست که نسبت به فرهنگ ایرانی خود ما دائم دیدیم تو مساجد، کاشیکاریا و نشونه فرهنگ ما هست. در این تابلو من خواستم این رو بیان کنم که تقلید نکنیم، فرهنگ کشورهای دیگر رو ما نخواهیم تقلید کنیم و یا کپی بزنیم. فرهنگ خودمون بسیار اصیل و والا هست و ما برگردیم به فرهنگ و اصلیت ایرانی خودمون. سوالی که همیشه برای مخاطبین نقاشی وجود داره اینه که مثلا میگن نقاشا وقتی که تابلو کشیدن چه حال هوایی بودن؟ اون روز غمگین بودن، خوشحال بودن، ناراحت بودن، عصبی بودن؟ شما وقتی که اینو کشیدین تو چه حال هوایی بودین؟ بله، حالا هوای غم یا شادی که نمیشه برای این گفت، ولی خب بیشتر اگه بخوام بگم میشه غم بیشتر، چون که من این تقلید رو و اهمیت ندادم به فرهنگ اصیل خودمون رو مدت ها بود خیلی دقت میکردم، میدیدم و خیلی رنج میبردم، اذیت میشدم. بله بله، و خواستم تو این تابلو به همچین موضوعی اشاره کنم. من احساس میکنم اینجا یه کتابخانه، اینا فایل های کتابم، اینجا هم یه کتابای چیده شده، بعد یه نفرم اینجا وایساده داره یک اندیشه شکار میکنه که برسه به یه افق روشنی، درسته؟ چیزی که من میخواستم بگم و تو ذهنم بوده برای کشیدن این کار، بله، برای کشیدن این کار این نبوده. چیزی که شما گفتید این برداشت خیلی زیبایی هست که شما از این کار کردین، حالا این برداشت رو، ولی منظور خود من نسبت به اسم این تابلو بیهودگی های بعد از ظهر. اکثر مردم دائم درگیر تامین معاشن
و تمام روزشون رو برای همین از دست میدن. اکثرا عصرها میرسن به یه فراغتی که همراه با خستگی و دلشون میخواد که روزشون رو نگه دارن و باز نمیتونن هرچی بخوان تلاش کنن و باز این اتفاق نمیفته. دور میجام به یه لحظه تابلو نگاه بکن، ببین چند نفر آدم دنبال یه پشه ظهر تابستان خواستن بکشنش، نتونستن بکشن و این بالاخره رفته توی او چیز مرحله که محافظ داره و هیچ کم نمیتونه بیاد اونجا دسترسی پیدا بکنه. خب یه توضیح راجع به این تابلو دیم، برداشت من درست بود یا نه؟ برداشت شما به نوعی، خب برداشت هر کسی از کار درست میشه تلقی کرد، چون این برداشت شما از این کار بوده. ولی حالا اگه من بخوام دلیل خلق شدن این تابلو رو توضیح بدم، چیزی که تو ذهن من بوده این هستش که اینقدر دنیای ما درگیر ناپاکی ها و درگیر چیزایی شده که ما رو همیشه آزار میده، حتی حشره‌ای که ما همیشه میشناسیمش که دنبال جای ناپاک یا جای کثیفی میگرده که بشینه اونجا، دنبال جای پاک گشته که پناه ببره با اون قسمت. بعد پای توضیح شما تازه من یه چیزم اضافه بکنم، این ناپاکی‌ها رو هم خودمون درست کردیم. بله بله بله. خیلی ممنونیم که وقتم در اختیار ما گذاشتید. متشکرم. دوست داشتیم بیشتر استفاده بکنیم. حالا در آخر خیلی دوست دارم راجع به کل احساساتتون از این نقاشی که کشیدین بگید. حالا خیلی دوستان نقاش بشن یا بیان مخاطبین که بخوام بیان نقاشی نگاه بکنن با یک نگاه آگاهانه بیان. بله. تشکر میکنم از حضورتون توی نمایشگاه. و اگه بخوام حرفی بزنم به کسایی که میخوان دنبال این رشته برن، یک بارم اینو لازمه که تکرار کنم، اگه کار عملی میخوان ادامه بدن حتما با مطالعه و آگاهانه باشه و کنار اون ممکنه سختی‌های جلوی راهشون باشه، اهمیت ندن، قوی باشن و ادامه بدن، مطمئنم به موفقیت میرسن. در کل حس خودم از این نمایشگاه این بوده که بخوام یه سری مسائل رو بیان کنم، نه به جنبه تزیینی این کارا بپردازم، یعنی چیزایی که تو ذهن من دغدغه بوده بتونم به یه روشی بیان کنم که بقیه هم ببینن و پی ببرن به چیزی که تو ذهن من بوده. خیلی ممنون برای شما، آرزو موفقیت. اگه اجازه بدین من برم تابلوها رو نگاه بکنم. با بفرمایید، خواهش میکنم. اینجا ببینم. بسیار عالی، ممنونم اولا از این بابت که پیامک هایی که ارسال کردید به دست ما رسیده و خیلی هم زیاد هست و ممنون و متشکرم از این بابت. و امیدوارم که اگر این قسمت رو من و دوربین رو از اول ندیدید، حتما سری به مجموعه فرهنگی هنری بسیار شکیل و زیبای عین‌ال قضات همدانی بزنید. حالا ظاهر بیرونیش یه مقداری شاید تقارن زیادی نداشته باشه به اون چیزی که داخلش هست و اون اتفاقاتی که درونش داره میفته، ولی داخلش حقیقتاً شکیل هست. همکاران و بر بچه‌های صبح اول وقت لذت بردند، خالی از لطف نیست اگر سری بزنید این مجموعه فرهنگی بسیار زیبا. بله بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر مصطفی نبی و آل طیبین و طاهرینش. عرض سلام و ادب به شما بیننده عزیز و ارجمند. دقایقی رو با ما همراه باشید. گاهی از آثار نقاشی هنرمند اردبیلی در فرهنگسرای عین‌القضات همدان
گشایش یافت. تنهایی انسان مدرن، این عنوان نمایشگاهی از خانم پریسا صحافی که مصائب و مشکلات انسان رو در دنیای پیشرفته امروز به تصویر کشیده. در این نمایشگاه 37 اثر نقاشی با تکنیک رنگ روغن به نمایش گذاشته شده. در تمام این آثار هدف من نشون دادن تنهایی انسان، انزوای اون، نشون دادن حالات و درونیات یا به نوعی میشه گفت اکسپرسیونیسم. این نمایشگاه تا 28 شهریور صبح و عصر در فرهنگسرای عین‌القضات همدان به روی علاقه‌مندان گشوده است.